بچه‌بازی فرهنگ زشت و لکه ننگ بر جبین افغانستان. سوء استفاده جنسی در قالب بچه‌بازی در افغانستان به یک فرهنگ نزد بسیاری ها تبدیل شده است. اکثر فرماندهان محلی، زورمندان، تاجران و طالبان عاملان اصلی بچه‌بازی هستند. آنها کودکان و نوجوانان بین 10 تا 18 سال را به عنوان برده جنسی نگهداری می کنند. بچه ها را لباس زنانه بتن می کنند، می رقصانند و سوء استفاده جنسی می کنند. بچه بازی نزد بسیاری ها در افغانستان نشانه از قدرت و زورمندی است. حتی آنها با این کارشان افتخار می کنند. کودکان فقیر قربانیان اصلی این پدیده اند. بچه باز ها آنها را با صدها نیرنگ بدام می کنند. قوانین جزایی افغانستان هم نتوانسته تا جلوی این فرهنگ بد را بگیرد. اخیراً گزارش نشر شد که طالبان نیز کودکان را در مدرسه هایشان مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و بعد برای انتحار کردن آمادهشان می کنند. بسیاری از فرماندهان پلیس نیز در ولایات ناام مشغول بچه بازی اند. آنها بچه ها را در قالب سکرتر یا بادیگارد خاص نگهداری و با آنها لواطت می کنند. صدها ویدیو از محافل بچه بازی در صفحات مجازی یافت می شوند. بچه بازها کودکان را در محافل شب نشینی با ساز دنبوره می رقصانند. افغانستان بدترین کشور برای زندگی کودکان است. با تازگی سازمان حقوق بشر گزارش را منتشر کرد که بر اساس آن 16% کودکان مشغول به کار مورد آزار جنسی قرار می گیرند. البته بچه بازی در افغانستان با همجنسگرایی در کشورهای غربی فرق می کند. همجنس بازها با میل و اشتیاق خود با همجنس خود که هر دو گرایش های یکسان دارند رابطه برقرار می کنند. اما بچه بازی سوء استفاده جدی از کودکان است که در آن تنها یک طرف لذت می برد و طرف دیگر مورد تجاوز قرار می گیرد. بچه بازی از دیر زمان در افغانستان و کشورهای همسایه رواج داشته، اما پس از پیروزی گروه های مجاهدین این پدیده صورت زشت به خود گرفته و رواج بیشتر میان زورمندان بی‌سواد محلی پیدا کرده است. کودکان در افغانستان با صدها مشکلات مواجهند، از کارهای شاخه گرفته تا تجاوزهای جنسی و ازدواجهای اجباری. رامش آرمان، افغانستان ژورنال. برای دیدن ویدیوها و گزارش‌های بیشتر ما، چینل یوتیوب افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و صفحه فیسبوک ما را لایک.